سلام آزاد، سلام آقا ارمین، حال شما خوب؟ خوبی؟ خوب هستی؟ قربان شما. سلام مرسی. به همگی. سلام، قربان. بگو. آقا من درباره امید دارم خواستم یادداشت کردم که زیاد وقت تو رو نگیرم. آره اون موقع بگو. دفعه قبلی میخواستم صحبت کنم دیگه نشد. بله خب حالا خواستم بگم که اینا طرفدارای این آقا بسیار بیادب و یه بسیجی کامل در واقع، چون اینجا تو آلمان که من توی شهری که هستم میبینمشون، بعضی از بچه های اینجا رو، و قبلا مثلا بسیجی بودن و من یه بار کامنت گذاشتم چه فوشایی که بهم ندادن. یه ذره بلندتر صحبت میتونی بکنی؟ بعضی نیلوفر میگه صدا کمه. آره اوکی، مرسی. حالا اینجوری صحبت میکنم که بیاد خشم مرسی. و هر چی جمهوری اسلامی میگه این آقا هم تکرار میکنه، یعنی اصلا از خودش هیچ اراده ای نداره، در واقع هر چی اون میگه جمهوری اسلامی هم حالا پول بهش میده و اینا. و ایرانی هایی که حالا طرفداری آقا هم خیلی مثلا نجات پرست و وطن پرست مثلا به اصطلاح، و خیلی ایران مثلا دوست دارم، ولی حالت مثل دوستی خاله خرسه است، برای که فقط یه زیاد جلوتر رو نمیبینم، فقط همین جلو چشمشون رو میبینم، فکر میکنن که جمهوری اسلامی چون همین که ایران تجزیه نمیشه همین کافیه که واقعا جمهوری اسلامی بمونه که تجزیه نشه. اینا حرفایی که میزنن. و یه ذره من یه چیز ولی حرفایی تو رو ببین، اکثر طرفداراش اتفاقا بسیجی خیلی هاشون نیستن، همشون نمیتونی بگی بسیجی هست. خیلی از طرفداراش کسایی هن که مثلا به کوروش و اینا، به کوروش و هخامنشی و اینا آره. توهین بشه، خیلی از اینا بهشون بر میخوره. مثلا شما از کوروش چیز بدی بگید، بسیجی همشون رو نمیتونیم بگیم بسیجی هم. بسیجی نه کسایی حالا نیستن که جلوتر توضیح میدم، تقسیم خب میکنم. آره بذاری، تقسیم نمیتونی بندی. نمیتونه بعد یه ذره هم بذاری منم با هم صحبت کنیم افشه برنامه بخوام گفته. ولی آخه تو گفتی اینا طرفداراش بسیجی هن، خب من نگفتی بعضیشون بسیجی هن، خواستم اینو حالا خیلی هاشون اصلاح کنم. شاید خیلی هاشون. آره. این که بهش آره. پول بهش میدن و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی داره بهش پول میده. اون توی کشور اروپایی داره زندگی میکنه، اگه از جمهوری اسلامی داشت بهش پولی میرسید اینا رو تا حالا فهمیده بودن، سیستم های اطلاعاتی چنم CIA، موساد، مال اروپا، اینا رو خیلی کار سختیه که بشه به آره. یه کسی مثل این پول فرستاد و کسی نبینه. خب و اگرم میتونستن هزینه، یعنی هزینش، یعنی کسی که انقدر الان هایلایت شده، انقدر الان بهش تهمت می‌زنن، این حتما یه چکی یه کسی میکرد که تا حالا پولش رو از کجا داره میگیره. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی داره به این پول میده. این خیلی، این تعداد بیننده هایی که داره به اندازه کافی زیاد هست که بتونه پول بسیار زیادی از خود یوتیوب در بیاره. خب به علاوه آره. همون کسایی که به طور بهش شما با یه بیننده با شما نگاه کنیم، با یه تعداد بیننده بسیار بسیار کمتر از امید، من میبینم که از لحاظ یوتیوب و دونیشن هایی که ما میگیریم روی پیتریان، پولی که در میاریم خیلی خوبه. بعد فکر کنیم مثلا این دیگه داره چقدر در میاره، خیلی زیاد داره در میاره. احتیاج به کمک جمهوری اسلامی وجود نداره برای اینکه بتونه پول زیادی در بیاره. من میگم کسایی که میگن جمهوری اسلامی داره به این پول میده، هیچ مدرکی ندارن، همینجوری یه چیزی رو دوست دارن. ببینید ما وقتی کسایی که تو جبهه ما هستن، یه نفر تو جبهه، همه کسایی که تو جبهه علیه ما هستن باید حتما ضعیف و بدبخت و اینا باشه. یعنی یه کسی اگه اونور موفق بشه حتما باید یه جوری بگن که این از یه جای بهش کمک رسیده، مگر نمیشه به خودی خودش موفق بشه. یعنی ما هم جبهه خودمون یه توهمایی داره، یه چیزی رو دوست نداریم، حتما یه فرضیه‌ای برای خودمون میبافیم که توجیهش بکنیم بدون مدرک و سند و اینا، بعدم باور میکنیم. هر کسی هم حرف مخالفش رو بزنه حتما اونم بهش توهینی میکنن که تو هم حتما با جمهوری اسلامی هستی. ولی نه، من فکر نمیکنم از جمهوری اسلامی داره پول میگیره. ولی بفرمایید. حالا بحث پول نیست، چون خیلی ها برای مسیح علی نژاد هم همینجوری میگن که میگن آقا این پول میگیره، اصلا پس حرفاش قبوله. گفتم حالا مثلا اگه پول نمیگرفت تو حرفاش گوش میدادی؟ مثلا بحث سر پول نیست، بالاخره من با یه نفرم، ما با امید دانا فقط طرف نیستیم، با یه جمهوری اسلامی طرفیم. شاید اینجوری باشه، حالا شاید هم نباشه، ولی بس کلا سر پولم حالا نیست.
و خیلی آقا این آقا سفسطه و مغالطه میکنه و همه حرفا تناقض، پر از تناقض، یعنی اصلا واقعا نمیشه با یه همچین آدمی بخوای صحبت کنی، چون که اصلا همه حرفا خودش رو نقض میکنه. و حالا خیلی اینایی که اصلا حتی ما تو شهری که من خودم به دنیا اومدم، مسجد سلیمان اسمشه، بعد من شنیدین این شهر ما اصلا مذهبی نیست کلا، از همون اول اینا توده‌ای بودن و حتی این فامیلای ما هم یه سریاشون این حرفا رو میزنن و حرفای امیددانا، در صورتی که اصلا خوششون از امیددانا نمیاد و از جمهوری اسلامی هم خوششون نمیاد، ولی خیلی حرفای این آقا رو داره میزنه چون ضد آمریکاست. ایران جمهوری اسلامی ضد آمریکاست، مثل همون جریان که میگن دشمن دشمنمون دوستمونه. این الان خیلی از این آشنایان ما اصلا مذهبی نیستن، هیچ، کمونیست بودن قبلا، ولی همون حرفا رو دارن میزن. یعنی حتما هم نباید بسیجی بشه. حالا اینم خواستم بگم که چون فامیل ما که اصلا مذهبی نیست کلا، نه فقط خانواده خودم، کلا اصلا مذهبی نیستن، ولی همون حرفا رو میزنه چون که طرفدار ایران هم و فلان ضد آمریکا باشه کافیه، که همین کافیه براشون، یه حالت چیز دیگه، ایدئولوژی در برابر ایدئولوژیه این دیگه، واقعا یه چیز دیگه تموم شده است. و چیزی که دیگه ها خیلی ها میترسن میگن داعش میاد فلان، از این هم میترسونه جمهوری اسلامی، کلا کارش اینه که مردم هم بترسن، مثلا میگه داعش میاد آمریکا میاد فلان میشه، جنگ بشه ایران جدا میشه فلان، از این حرفا. و این آقا اصلا این که مثلا یه بارم امیددانا مخالف دموکراسی، اصلا آقا معنی دموکراسی رو نمیدونه. وقتی میگی دموکراسی غربی، اصلا دمو یعنی چی؟ دمو یعنی مردم. تو وقتی میگی دموکراسی، اصلا درباره یه نفر که صحبت نمیکنه که بگی اینا دموکراسیشون فلان، همه آدما جمع میشن با هم صحبت میکنن، با این که چیز بدی نیست که، تو با یه نفر طرف نیست که میام میگه دموکراسی غربی یا فلان. نه، این مشکلش با دموکراسی اینه که میگه که منطقی که اصلاحی که میکنه اینه که تصمیمهای مهمی رو که برای کشور میگیریم دست مردم عادی نباید داد. داره میگه مثلا مردمی که سواد ندارن، مردمی که آگاهی ندارن، ما بذاریم اینا بیان انتخاب بکنن که مثلا تصمیمهای بسیار مهم رو برای کشور، برای همین با اصل دموکراسی مخالفه. خب در صورتی که مشکل این حرفش اینه که خب بعد بیان بگیم مردم تعیین نکنن، بریم یه سری آدمای آگاهی تعیین بکنن، اون که یا آدمای تحصیل کرده با استعداد و اینا بیان تعیین بکنن. خب بعد کی میاد تعیین میکنه که کی آگاهی داره و کی استعدادشو داره؟ خب یعنی اگر مثلا امیددانا میاد انتخاب میکنه، یعنی بر اساس اگه معیار مثلا کسایی مثل امیددانا رو، یعنی اگه بگیم که خب مردم همه انتخاب نکنن، خب باش، پس یه سری گروه آدم خیلی خاصی که میدونن باید کار چی، یعنی چه کار بشه و سوادشو دارن بیان انتخاب بکنن، خب کی تعیین میکنه که اینا کی باشن؟ خب بالاخره انتخاب اونا دست کیه؟ بازم به همون مشکل اولیه برمیگردیم، یعنی این مشکلی رو که خیلی با دموکراسی دارن، هر سیستم دیگه بخوای بذاری جاش 10 برابر این مشکل بیشتر داره. خب چون کسایی که اون وقت میخوام بیان یعنی کسی رو که من تعیین میکنم آگاهی زیاد داره، با کسی که شما تعیین میکنین آگاهی زیاد داره، با کسی که امید دانا تعیین میکنه آگاهی زیاد تعیین میکنه فرق داره. و شما اگه بیان اشتباه بر اساس یه استاندارد اشتباه، بر اساس یه معیار اشتباه بیان بگین که اینا مثلا معیار، یعنی استانداردشو دارن، یعنی آگاهیشو دارن، سوادشو دارن، اینا خوبن، اگه معیار شما اشتباه باشه، اون وقت کشور رو تا چندین نسل بدبخت کردی. برای که دموکراسی هم نیست که یک کسی بتونه اینا رو برداره یک کسی دیگر رو بذاره جاش. خب دموکراسی مشکلات خودش رو داره. بزرگترین مشکل دموکراسی همون بیسوادی مردم و ناآگاهی مردم و انتخاب اشتباهه. درسته که خیلی مشکل داره، ولی هیچ چیزی بهتر از دموکراسی ما نداریم. تمام هر نقص دموکراسی رو هر کسی بخواد بیاد اشاره کنه که هست، وجود هم داره، هیچ کسی نمیتونه بیاد نشون بده که سیستم دیگه وجود داره که اون نقصا رو به شدت بیشتر نداره. آره، دموکراسی یه سیستم ناقصیه که از همه سیستم‌های دیگه نقصش کمتره. دقیقا. حالا آمریکا هم همینجوری تقریبا یکم مثل جمهوری اسلامی اگه نگاه کنی هست، دموکراسیش کامل نیست.
یه حالت اینجوری هم داره که دموکراسی مثلا کامل یه ما جای هیچ جای دموکراسی کامل هیچ کشوری نداره. ما همه آره کشورها خیلی یه حالت داره. نه دموکراسی ما همه کشورها یه حالت جمهوری داره، یک ریپابلیکه. دموکراسی محض فقط یونان باستان فقط برای مردای شهروند یونان داشت. خب هیچ کشور دیگه ای الان دموکراسی محض نداره. حالا 100% نه، ولی جزء مثلا که دموکراسی کامل حساب میشه، ولی نه نیمه کامل هم دموکراسی داریم کامل، مثلا. دموکراسی محض اصلا چیز خوبی نیست که هر چیزی رو مردم بیان. ببینیم هر کشوری که قانون اساسی داره دموکراسی محض نداره، هر کشوری که قانون اساسی داره داره تعیین میکنه که مردم نمیتونن بیان یه سری چیز رو عوض بکنن با رأی. درسته؟ ما یه چیزی هم داریم، چیزی هم که داریم الان دموکراسی هم که داریم، حتی قانون جدا از قانون اساسی representative democracy داریم، یعنی هر تصمیمی رو مردم نمیان تصمیم میگیرن، یه سری نماینده هایی داره برای مردم انتخاب کردن و داره براشون تصمیم میگیره. پس نه دموکراسی محض به دو شکل نداریم، یه کسی که قانون کشور مختلف قانون اساسی دارن، یعنی همه چیز رو همه چیز رو مردم نمیتونن تصمیم بگیرن، و یه چیزی هم داریم به عنوان دموکراسی نمایندگی نه دموکراسی مستقیم. پس دموکراسی کامل هیچ کشوری نیست و خوبم هست که نیست. نماینده وقتی میاد، الان مثلا تو آلمان نماینده ها میرن پارلمان، این نماینده کی هم مردم هم دیگه، غیر از مردم که نیست. مگه من گفتم این نیست؟ من دارم میگم آره دیگه، دموکراسی مستقیم داریم و دموکراسی نمایندگی داریم. ما دموکراسی مستقیم رو هیچ کشوری الان نداره، یکی این، یکی دیگه هم دموکراسی محض کامل هم نداریم که همه چی دموکراتیک باشه. قانون اساسی کشور رو تعیین میکنن و این قانون چیزایی که تو قانون اساسی هست مردم نمیتونن رأی بدن که نباشه. آره خب، ولی خب دیگه همیشه واقعیت کلا، حالا شاید توی دموکراسی مردم اشتباه تصمیم میگیرن، ولی بالاخره میفهمن و بهتر میشه، یعنی همیشه باعث بهتر شدن مردم میشه به نظرم. حالا حتی تصمیم اشتباه میگن، خب عواقبی داره، بعدن میفهمه آقا این کار اشتباهه، بعدن دیگه انجام نمیده. درسته؟ نه درست نیست، مردم متاسفانه حافظه تاریخشون کمه. این حالا نه ایران دموکراسی مثال نمیزن، کلا مثلا من کل کلا دنیا. همه دنیا درس میدم، فقط ایران است که حافظه تاریخشون کم باشه. همه دنیا اتفاقا حافظه تاریخی مردم ایران از کشورهای دیگه بیشتره. شما مردم ایران مثلا به مصدق رو میشناسن، شما فکر میکنیم اکثر مردم آمریکا اصلا تاریخ 100 سال خودشون اصلا نمیدونن. یعنی من نمیگم آگاهی مردم ایران زیاده، من دارم میگم آگاهی مردم ایران نسبت به اکثر کشور غربی زیادتره نسبت به تاریخشون، با اینکه کمه از کشور غربی بالاتره. ایران که رفسنجانی، ببخشید رفسنجانی که مرد، چقدر همه گفتم وای ناراحت شدم فلان از همین آقای رفسنجانی خب وقتی که فوت کرد، خیلی ایرانی ها ناراحت شدن که این آقا مرد. شنیدم بله خب چرا ولی پیدا همین برشتی آقا، من نمیگم خب میگم، خب این همین آقا جز اصلی های جمهوری اسلامی که اصلا بنا گذاشته جمهوری اسلامی، حالا مثلا بعد ناراحت همین آقا هم میشن. من نمیگم که باید میشدن، من دارم میگم که مردم از مردم تو ایران آگاهیشون نسبت به تاریخشون از بقیه کشور از خیلی کشورهای دیگه بیشتره. بلند هر کشوری که سیاست دولتش سیاست حکومتش تاثیر بیشتری روی زندگی مردم داره، مردم بیشتر حواسشون هست به تاریخشون و به سیاستشون. تو کشورهایی که بالا پایین خیلی نمیشه و همه چی مقدار آشوب کمتره، مردم یه مقدار بیخیال ترن از سیاست و تاریخشون. این یه حقیقته. خب ولی نمیگم آگاهی زیاده تو ایران، میگم بیشتر. ببین ما دموکراسی به خودی خود چیزی رو حل نمیکنه. خب ما دموکراسی رو باید در کنارش با آگاهی سازی، با تحصیلات، با یعنی با این چیزا باید، یعنی دموکراسی به خودی خود مردم اگه انتخابات اشتباه بگیرن میتونه نتایج خیلی بدی بده، مردم میتونن اشتباه تصمیم میگیرن، برای همین باید رو سواد و آگاهی اینا هم روش کار بشه. 100% دیگه آگاهی که مهمترین چیزه واقعا. خب نکته آخرت هم اشاره کن تا من قاسمو بیارم بالا. دیگه همین، فقط خواستم حالا فعلا همین یکم درباره امیدوانه و دموکراسی اینا صحبت کنم. برای خوشحال شدم. من برنامه دارم درباره امیدوانه دیگه هفته یه بار دارم میذارم. شاید هم بکنمش هفته دو بار. اگه این برنامه گفتگو با یک خدا دیگه خیلی جواب نده، دیگه ممکنه همشو همه دوت به جای دو بار برنامه بذارم امیدوانه تا هفته. برای اینکه اون خوب داره جواب میده. اتفاقا اونم برنامه خوب به نظر من خوبیه، به خاطر اینکه ما خیلی به ما نقد میشد که چرا مثلا از جمهوری اسلامی خیلی نقد نمی کنیم، بعد از ما هم نقد میشه که چرا درباره امیدوانا داریم برنامه زیاد درست میکنیم. من با خودم میگم خب
من وقتی که دارم امیدوارا رو نقد میکنم، دارم از دفاع هایی که از جمهوری اسلامی میشه اونا رو نقد میکنم. خب این به طور مستقیم داره از علیه جمهوری اسلامی میشه دیگه. دیگه بهترین روشه، بهترین روشه که ما بیایم جمهوری اسلامی رو نقد بکنیم اینه که بیایم دفاعی که ازش میشه رو بیایم نقد بکنیم دیگه. از این بهتر نه، واقعا درسته. درسته، همین کار ده. حالا من یه پیشنهاد دارم، اگه میشه مثلا تو برنامه چند تا کتاب مثلا برای همین آگاهی سازی که خیلی مهمه، یه سری کتابا که آدم بخونه، حالا چون خودم رو خوندم یه سری کتابا رو میتونم معرفی کنم، و آدم اگه اینا رو بخونه و به آگاهی برسه مطمئنا جمهوری اسلامی که هیچی، صد تا بهتر اونم میتونه از بین بره. ست و بدتر رو من فکر نکنم بتونیم از بین ببریم. خواهی بداخره مثلا دیگه از جمهوری بدتر که نداریم، ولی خدا چرا داریم؟ نه چین یا هم هستم کره شمالی، حکومت کره شمالی از جمهوری اسلامی به شدت بدتر. حالا ولی خب این هم داره تو همین مسیر میره ایران، ولی خب دیگه. ولی این کتاب خوندن و اینا فکر کنم خیلی خوب باشه. حالا هر هفته یه کتابی هم معرفی کنه آدم که حداقل بقیه هم آشنا بشن. کتابایی که مثلا پاد آرمان شهره خیلی مهم. حالا دیستوپیا میگن به انگلیسی، نه یه چیز جوری. آها دیستوپیا هم فارسیش میشه این؟ یه بار دیگه بگو. آره پاد آرمان شهر، یکم سخته. پاد آرمان شهر. حالا اون دیستوپیا راحت‌تره. پاد یعنی همون زد دیگه مثلا. پاد پاد مثل پاتن که میگن آنتی بادی. درسته درسته. آرام شهر میشه یوتوپیا؟ آرمان نه، آرام نه، آرمان شهر میشه توپیا؟ اوتوپیا. یوتوپیا. یوتوپیا. آرمان شهر میشه یوتوپیا. پاد آرمان شهر میشه دیستوپیا. جالب، مرسی، من یاد گرفتم. ممنون. من خودم شب از ما قاطی میکنم، طبیعیه. حالا دو تا رو با هم آرمان شهر. چه جالب. پاد آرمان شهر. خیلی ممنون از این چیزی. حالا یه چیز دیگه شام میگم. مثلا آرمان شهر میگم مدینه فاضله. پاد آرمان شهر رو حالا یادم نیست چی میگن. میشه چی؟ عربی پاد آرمان شهر چی میشه؟ عربیش؟ نه یعنی همین اسلامیش، تو مدینه فاضله میشه اسلامیش دیگه. آره دیگه، اسلامیش میشه مدینه فاضله. از او حالا باید نمیدونم تو اینترنت نگاه کنم حضور ندارم، ولی اونم یه چیزی میگن. یه چیزی میگن چی میگن؟ چه نه مملکت خراب چه یه چیزی میگن. یا آرمان شهر نه، آرمان شهر میگی منظور تو؟ آرمان شهر؟ نه ببین سه تا داریم دیگه، انگلیسی، فارسی، عربی. خب بذار بریم، من میرم سراغ قاسم. من حالا می‌نویسم تو کامنت ها برات، بعد اسمش رو می‌نویسم برات، بعد نگاه می‌کنم. مدینه، مدینه، یه نفر نوشت مدینه زاله. زاله شاید اینم میشه. مدینه فاجعه. یعنی یه چیزی مدینه فاضله. اما یا فاضله واشنگتن. اما ایران خودمون. نه الان آرمان شهر، پاد آرمان شهر می‌خواستی دیگه. آره حالا بعد نگاه کنم، بعد ببینم. می‌نویسم. خیلی خوب. مرسی عزیز. باشه، خوشحال شدم قربونت. مرسی. خدا. 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 خدا.